درود بر شما دوستان درود بر شما امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی و تندرستی به سر ببرید پوزش میخوام که یکی دو هفته در خدمتتون نبودم در سفر بودم در سفر ایتالیا در برای گرد همایی کانون بودم متاسفانه نتونستم در خدمتتون باشم و حال الان اینجا هستم و در حضور شما برای شروع صحبت ها اجازه میخوام یک مسئله ای رو که دوستان کم و بیش این بر اون اونور مطرح میکنن شروع کنم اینی که میپرسن یا انتقاد میکنن که چرا مصطفی زاده به جای اینکه در پی اتحاد باشه و یا اینکه در پی دوستی با کسانی که دارن کنفو تاوا کار میکنن یا کنفو کار میکنن با اونها باشه همیشه به صلاح ساز مخالفت رو میزنه قبل از اینکه من به این پرسش پاسخ بدم اینه که خدمت رو عرض کنم بارها و با بارها در تلگرام در فیسبوک در واتساپ بارها بارها من این موضوع رو به اشتراک گذاشتم و از شما دوستان خواستم که واقعا اگه دلتون میخواد که من به این کارم به این روشم ادامه بدم رای گیری بکنید و اگه واقعا اکثریت, اکثریت دوستان در این نظر باشن که کار من بیهوده است و کاری که میکنم شایسته نیست افشا کردن این افراد و برملا کردن دروغهاشون یا صحبت که میکنن حرفهایی که میزنن یا مبارزه با این سبکای بند تومونی من در آوردی یا این جور چیزها اینها رو ما به رأی گذاشتیم و هر بار که الان من اگه خواستید نمونه هاشو دارم یا حتی خودتون هم میتونید مراجعه کنید به صفحه من در فیسبوک ببینید که حداقل بیشتر از 90 درصد موافق این بودن که من ادامه بدم به این افشاگری ها و برای رسوا کردن این ارازل و همینطور آگاه آگاهی دادن به جامعه کنفوتاوا و روی از من همیشه به این شکل ادامه دادم و از اون طرف هم که خودم فکر می کنم همونطور که گفتم اعتقاد دارم به سوگند همراه به سوگندی که یاد کردم برای کنفوتابا برای استادم در این راه تلاش می و سعی می که صحبتامو و حقیقت رو در حقیقت به گوش شما و جامعه جوون کنفوتابا برسونم. بعدش هم دیگه به اختیار خودتونه من نه قدرت اجرایی دارم نه اینکه در رأسی هستم نه اینکه مدیریتی میکنم میذارم به عهده خودتون از من هر گونه برآوردی که میکنید هر گونه به برداشتی که میکنید دیگه تصمیمش با شماست که با دیگران چگونه رفتار بکنید یا حرفای اونها رو قبول بکنید یا نکنید این کلا برنامه من و در همه حینم هم من باید خدمتتون یادآوری کنم که ببینید استاد میرزایی بنیانگذار کنفوتاوا هم به همین شکل عمل کرد درسته ایشون در شرایطی بودن که مثل من هیچ وقت نیومدن آشکارا با این برنامه ها برخورد بکنن با این افراد برخورد کنن چون جایگاهشون طوری بود که نمیشد ولی نوشته رو نگاه کنید همین سوگند همراه رو نگاه کنید همون فرمان نهاد رو ببینید حرفاش رو اونجا زده خط و مش رو اونجا تعیین کرده کسی که کوین کار میکنه به چه شکلی باید عمل بکنه و اگر شما اون متون رو بخونید و بعدش ببینید که آیا کار من اشتباهه آیا کاری کاری میکنم که برخلاف اون متونی هستش که اون صحبتایی هستش که یورو میگفته اون موقع میتونید بر من خورده بگیرید در غیر این صورت متوجه باید باشید که من دقیقا قدم به قدم هر کاری که میکنم هر حرکتی که میکنم در ارتباط با های استادم در ارتباط با عملکرد کوین کنفوت که باید انجام بشه انجام دادم و غیر از این نیست و در این, در این راه هم در این برنامه هم به هیچ عنوان هیچ درخواستی ندارم هیچ برنامه ای برای خودم ندارم که در رابطه با این کارهایی که می کنم بتونم در آینده از اینهای سودی ببرم از اینها برای خودم یک پشتوانه بسازم یا اینکه بخوام به این وسیله خودم رو برای خودم یک جایگاهی در داخل ایران یا در کلا در کنفوتابا به دست بیارم من جایگاه خودم رو دارم به همین شکلی که کار میکنم و تونستم شکر ایزد که این توانو دارم که هنوز در این سن میتونم به درستی کار بکنم و میتونم به درستی تشریح کنم میتونم به درستی توجیح کنم شما رو همین برای من کافیه ولی که متاسفانه همونطور که دیدید خود یرومه هم که الان به خاموشی کشیده خودش رو سکوت کرده پنهان کرده به وسیله همین عواملی که دوربرش بودن شما ببینید تمام کسایی که دوربر یرومه بودن بهش خیانت کردن در خارج از ایران و یارومه در داخل ایران نیست که نیروی زیادی که قبلا داشت و داشته باشه مثلا اگه ایه دی بهش مثل اون زمان که مجیرجایی جایی اومد و افشاگری ها و از اون پرگویی ها شروع کرد باز یک عده کسیری پشت, پشت یرومه ایستادن و ازش حمایت کردن و امثال مجیرجایی جایی جز اینکه خودشون خار شدن کار دیگه ای نتونستم بکنم ولی الان در شرایط فعلی یورمه خارج از کشور اون انسان ها رو دور برای خودش نداره اون شرایط رو نداره در سن کهولت هست شرایطی که خارج از ایرانه حالا باز من به با عنوان یه فرد اینجا میتونم کار کنم میتونم به حال نظر اقتصادی روی پای خودم هستم احتیاجی ندارم ولی خب یورومه شرایطش با من فرق میکنه یورومه در اون سن نمیتونه مثل من فعالیت دیگه ای داشته باشه فعالیت مادی داشته باشه که زندگی خودشو بگذرونه برای همین نمیتونه که مثل سابق بیاد رو انجام بده رو انجام بده و به اینم دلخوش باشه که دیگرون هستن که ازش حمایت میکنن متاسفانه شرایطش فرق میکنه ولی کن اگه توجه کرده باشید ببینید کاری که با یورومه کردن خب شاید صدها بار بیشتر دارن با من میکنن برای یورومه اومدن پاپوش درست کردن گفتن که این نمیدونم این نداره میگه ای من امام زمانم و من خدامم و من پیغمبرم و از این با تمام این کارها رو کیا کردن وزارت اطلاعات ایران با همکاری سازمان ورزش با همکاری مزدوران داخل ایران همین وزارت اطلاعات مزدورانش از زمانی که ما بوتا تشکیل شد یکی از عواملش رو کرد مثل تمام عواملی که الان داره که رئیس فدراسیون کنفو در اون زمان آقای منتظری الان می میگفت من از سپاه هستم و جانباز هستم از این حرف وقتی که من از ووتا اومدم بیرون یعنی ایشون به من خب پیشنهاد داد که خب بیا بریم حالا کاسبی بکنیم اینجا بخریم اینو بخریم اونو بفروشیم این کارو کنیم اون کارو بکنیم خب من چون با عقایدم این مسئله جور در نمی ایشون رو رد کردم و از ووتا اومدم بیرون ببینید به محضی که من از ووتا اومدم بیرون همین وزارت اطلاعات یکی از عواملشو به اسم انگل محسن ترکمن رو معمول کرد از اون زمان دنبال منه و به دنبال من و بساله کارشکنی میکنه در کار من این بابا نه کنفوکاره، نه حتی ورزشکاره، نه حتی سابقه ای داره، نه حتی با من در یک ردیفه نه حتی میتونه از نظر برنامه فکری ما در یک حرکت کنیم این همه مخالفت، این همه هر روز یک گروه درست کردن، هر روز یک آیدی درست کردن، هر روز به من تلفن کردن و مزاحم شدن به من و خون و و این بر اون و این برنامه هایی که چیده همش به خاطر که یک پشتوانه ای از طرف وزارت اطلاعات داره که بهش کمک میکنن بهش مثلا فیدبکش میکنن که همچین کارهایی بکنه و همین وزارت اطلاعات متاسفانه از سادگی من سو استفاده کرد فردی به اسم عدیبیان جهانگیر ادیبیان رو رخ داد تو گروه من چند سال وقت منو گرفت و این بشر با اظهار دوستی کردن و اظهار حمایت کردن در وحله اول شروع کرد تمام دوستایی که به دور من بودن رو از من دور بکنه به هر کدومشون به یه شکلی تهمت زد به یه شکلی باهاشون درگیر شد که اینها از ما جدا بشن بعدش خودش موند و و کلی از وقت من رو گرفتن روزها و شبها پای کامپیوتر نشستن تکنیکاشو درست کردن بهش آموزش دادن و بهش راه و رسم درست و گفتن از اون طرف هم میرفت رفقاشو میبرد کوه و بدونم آرم ما رو میبردن بالای کوه و از این حرفا به پاچه و اینجور چیزا تا اعتماد منو به خودش جلب کنه و یک دفعه چون من آشکارا شروع کردم با این رژیم قاسب با این رژیم جنایتکار با این ملاهای حرومزاده مبارزه بکنم دیگه دید راه دیگه این نیست و شروع کردش علنا علیه من فعالیت کردن بدون هیچ مشکلی که ما با هم داشتیم بدون هیچ مشکل علنا شروع کرده از اون انگل ترکمن بیشتر هر به تمام دوستان من شما میدونید به هر کدوم از شما هم شاید فرستاده نمیدونم در خصوصی علیه من صحبت میکنه چیز میفرسته از این از این چرتبت کاریا که باز هم انقدر بیشهوره که به هیچ جا نمیتونه برسه به خاطر اینکه شما نگاه کنید همون موقع که این از من جدا شد دوستای من در, در اینستاگرام در فیسبوک در تلگرام به همون اندازه بودن که هستن بیشتر شدن که کم نشدن یعنی کاری این بشر نتونست علیه من انجام بده به خاطر اینکه من احتیاجی ندارم یا اینکه نقطه ضعفی ندارم که اینها بتونن از اون بر علیه من در مقابل شما ها ازش استفاده بکنن خودشونن که دارن با اون رؤساشون که اینها رو مزدور کردن که بر علیه من کار بکنن و خودتونم هم میدونید من نه از کسی درخواستی دارم و نه اینکه در این رابطه آیدی قسمت من میشه اینا فقط دارن خودشونو به زحمت میندازن به هر حال خواستم که این موضوع رو خدمت رو عرض کرده باشم خدمت رو عرض کنم که رای گیری رو که گفتم بهتون که در فیسبوک و این اونور ما رای گیری کردیم شما میتونید مراجعه کنید ببینید که بیشتر از 90 درصد مردم این به صلاح درخواست از من کردن که به کارم ادامه بدم و من هم ادامه میدم خدمت رو از کنم که چند وقت پیش این چون من صحبتهایی که در رابطه با این فرد عدیبیان شد من گفتم که این از شاگردان آقای بندر محمدی بوده و ما بسیار چیزی حالیش نبود و آوردیمش رو تا کوان هم اون آوردیمش بالا و این موضوع به گوش آقای بندر محمدی رسیده و پیام داده که البته پیام غیر مستقیم داده که اولا ادیبیان شاگرد من نبوده اینجا هم اگه شما ببینید میگه اولا این ادیبیان شاگرد من نبوده من تو, تو تمام عمرم شاگرد فحاش و بیالب تحویل جامعه ندادم یعنی حتی البته عدیبی به من گفته بود که این شاگرد بندر محمدی بوده اون موقع که به ما رجوع کرد که ایشون تکذیب میکنن بعد من چون در رابطه با افشاگری ها و صحبت هایی که شده بود و این آقای بندر محمدی خودش حالا راهبان جهانبان هم مینامه من گفتم که این درست نیست و چند تا تکنیکاش شاگرداش بر من فرستاده بود که ببینید که این مثلا کارش به این شکله گفتم والا کارش که سر اشتباهه و کار درستی انجام نمیده و سابقه هم به اون شکل نداره بیشتر کاراش هم من باش مخالفم و به شکلی داره دروغ میگه و داره به صلاح ریاکاری میکنه که ایشون در این متن برای من اومده نوشته که شما ببینم من به شما میگه اولین بار که من نوشته اینجا آقای جایی زده بزرگ و من از حق نمیگذرم شما اولین کسی بودی که در دانشکده تکنیک هایم را با شما هماهنگ کردم دلیل نمیشه شما در اون زمان با من تکنیک تو هماهنگ کرده باشی الان هم اون تکنیک ها درستن و در ادامه نوشته و البته با پیچش و دوران خاص خودم آن را کامل کردم یعنی چی با پیچش و دوران خاص خودم آنها رو کامل کردم اگه شما کنفوتاوا کار میکنید کنفوتاوا پیچش و دوران خاص خودش رو داره همه هم باید اون رو رعایت بکنن تا کنفوتاوا انجام بشه این نمیشه که من بیام بگم من از خودم اینو درآوردم که مثلا این رو آه آه به پرورشش دادم و تکمیلش کردم من با این مخالفم و حالا که این از من خواستن که اگه مثلا به کاری که میکنیم شما بیاید اینها رو تحصیش بکنید ببینید من فرصت ندارم که بیام هر کسی که صحبتی کرد کاری کرد انجام کرد برم دست روش بذارم و دونه دونه کارش رو بخوام تحصیح کنم یا اینکه نظر خودم رو بگم ولی به شما آقای بندر محمدی پیشنهاد میکنم اگه واقعا به کار خودت ایمان داری و کار خودت رو درست میدونی در یه گروهی یا همینجا حتی تشریف بیارید تکنیکتون رو بزنید و اون تکنیکتونو فیلمتونو فیلمتون رو برای مردم تشریح کنید و همونجا من دست میذارم روش و میگم می که شما کجای کارتون ایراد داره و کجای کارتون نادرسته با دلیل و منطق شما هم با دلیل و منطق بگید که این حرف من درست نیست اینی که من بیام برای تک تک مردم بخوام این کارو بکنم این از،, از وقت من از دست من خارجه من این رو نمیتونم بکنم ولی اگه واقعا شما فکر میکنید که کارتون درسته تشریف بیارید اینجا یا در هر گروهی مستقیما با هم روبرو میشیم و من کاملا بهتون ثابت میکنم که تکنیکای شما نه اینکه عملی منطقی و علمی و فنی نیست بلکه یک حرکات حچل هفتیه مثل اون یارو به مملو خرفت غیر از این چیز دیگه نیست که شما هم در اون گروه برای همدیگه هی دارید نوشابه باز میکنید و به همدیگه به صلاح استار استار ردید که در صورتی که هیچ کدوم شما ها از نظر فنی از نظر کنفوتاوا و از نظر تکنیکی چیزی بارتون نیست جز حرفای بیمور زدن اگه غیر از اینه تشریف بیری تا من براتون جلوی همه ثابت کنم در انتها دوستان از من خواسته بودند که در رابطه با سلاح های سرد کنفوتاوا من توضیح بدم و همینطور دوره هایی که داره میدونیم که ما در شال قهوه‌ای ما بعد از انتوهای سبز و مار تکنیک که داریم چهار تا سلاح داریم مثل سای و چوب و کارد اینا جز خطوط قهوه ای هستن چهار تا سلاح و بعد چهار تا دوره هم داریم سه تا از این دوره ها دوره جنگل و کویر و کوه و یک دوره هم سلاح های گرمه که این دوره ها رو از من خواسته که درباره توضیح بدم توضیحش اینه که ببینید ما در برای مثلا دیدن دوره کبیر احتیاج نداریم که یک استاد کاینفو بیاد ما رو ببره مثلا در کبیر آموزش بده نه به این شکل نیست ما برای دیدن دوره کبیر بایستی یک استادی یک رنجری که این دوره رو گذرونده باشه و در این رابطه تدریس بکنه ما بریم در کلاسش شرکت بکنیم و در طی کلاسش از آزمایشات که قبول شدیم میتونیم به اون درجه در اون رشته برسیم و این میشه یکی از خطوط شال قهوه و یا اینکه دوره دوره کوه و جنگل هم به همین شکل همینطور دوره سلاح های گرم که به عنوان یک کسی که ما تو در کانادا کشور خارجی داریم یک فردم معمولی میتونه بره دوره نظامی میلیتری ببینه در باشگاه های خصوصی و یک حکمی هم اونجا دریافت بکنه به این ما میگیم یک خط از شال قهوه که تمام اینها با اون سلاح ها، با اون تکنیک ها و به اضافه یک هشت قسمت از شال سبز و مبارزات شال سبز که مبارزات کلاسیکی که انجام دادیم تا مبارزات هفت نفره همه اینها جمع میشه برای آزمایش این مجموعه یورومی خطی درست کرده در انتهای شال قهوه ای به عنوان مبارزات تپه به تپه یا مبارزات 35 نفره که اینو خاصا از من تشریح کنم که ببینید مبارزه 35 نفره این نیستش که ما بیستیم 35 نفر جلوی ما بیست و ما شروع کنیم ما مبارزه کردن مثل فیلم های هنگ کنگی به هیچ عنوان اینجوری نیست مبارزه 35 نفره یک خطی و مش مبارزه شما تمام اون دوره ها رو دیدید تمام اون سلاح ها رو بهش واقف هستید تمام اون تکنیک و تمام اون مبارزات رو کردید و حالا برای انجام نهایت یعنی نهایی مبارزه نهایی شما 35 نفر به فرض موقع آزمایش حالا یرمی به این تا الان کسی انجام نداده یارمه به این, تشریح، شکل تشریح میکرد که که معروف به مبارزه تپه به تپه مثلا میگفتن شما در نقطه A هستید به فرض شما در تهران هستید به شما مأموریت داده میشه که از تهران به فرض برید تبریز برید احواز برید مشهد برید یه جای دیگه و در این مسیر شما 35 نفر برای شما مشکل درست میکنن حالا چه مشکل نظامی چه مشکل مبارزه ای چه مشکل تکنیکی چه مشکل این که گرسنگی بکشید سرما بکشید گرما بکشید به هر حال تمام این مشکلات در مقابل شما هست شما باید از این نقطه A ای برید به نقطه B خودتون رو برسونید به اونجا و اگر رسوندید به اونجا از پس این 35 نفر بر اومدید و مشکلاتی که برای شما درست کردن تونستید از این سی و خان رد بشید میتونید رو بگیرید موفق به درجه شاربند قهوه ای بشید و یک موضوع دیگه که در این مبارزه سی و پنج نفر هست یکی از اون افراد سی و نفره یکیشون به نفع شما کار میکنه یک نفر شما دارید که به نرف شما کار میکنه، اما شما نمیدونید اون کیه شما هیچ وقت شناختی ندارید اما یک نفر از اونها سعی میکنه که این راه برای شما هموار کنه در بین راه به یک شکلی یک ساینی یک تذکری یک نشانی به شما برسونه که بتونید از این مشکلاتی که سر راهتون هست رد بشید و برید به مقصد برسید این کل فلسفه و جریان مبارزه 35 نفر است که در انتها که شما شال بن قهوه شدید دیگه در شال مشکی مسئله تکنیک مثلا مسئل اینکه شما باید یک تزی بدید یک سبکی رو ارائه بدید سوای کمپوتاوا باشه و این سبک حداقل باید 3000 تکنیک ترکیب و عکس عمل داشته باشه به اسم شما درج میشه این سبک و بعد اگه مورد قبول قرار گرفت اون موقع شما میشید چاربنده مشکی اینا مراحلیه که بنیانگذار به این شکل طرح کردن برای ما و تا انتها که میدونی چاربنده سرخ هم شما باید واقف بشید با شش مایگاه بعدی نه اینکه در اون شش مایگاه حتما استاد بشید منظور که واقف بشید اون رو بفهمید و بتونید به یه شکلی برای پیشبرد مسائل از اون شش ماهگاه استفاده کنید در راه کنفوتاوا که اگه به اون مرحله هم رسیدید میتونید شال سرخ بشید به شرطی که راهبر کنارگیری بکنه و شما به عنوان راهبر کنفوتاوا انتخاب بشید ما بیشتر از یک شال سرخ نمیتونیم در کنفوتاوا داشته باشیم تا زمانی که استاد میرزایی هستش تنها شال بند سرخ کنفوتاوا هست زمانی که ایشون حالا اگه خدایی نکرده در بین ما نباشن یا یعنی اینکه خودشون بخوام بازنشسته بشن کهش بر میگردن به شالبند سفید و اون موقع به وسیله ایشون و شورای کنفوتابا یک نفر به عنوان راهبر انتخاب میشه که دارای درجه شالبند سرخی هست این بود برنامه هایی که در رابطه با مثلا خطوط و درجه بندی کوین فوتوها که بنیانگذار به این شکل ترسیمش کردن من بیشتر از این دیگه صحبتی نیست فکر کنم همه رو گفتم براتون و دیگه بحثی ندارم اگه صحبتی هست برای چند لحظه در خدمتتون هستم بفرمایید که پاسخگو باشم و دوباره هم میگم شما در طول هفته میتونید برای من پرسشاتون رو بفرستید و من اون پرسشات رو نگاه میکنم دسته بندی میکنم و به همین شکلی که امروز خدمتون پاسخ دادم اونها رو میام در برنامه براتون بازگو میکنم سپاس گذارم امیدوارم که هفته خوبی داشته باشید همتون تندرست و پرقدرت به تمرینات ادامه بدید و در این حال که به تمرینات ادامه میدید حتما به فکر مردم به فکر کشور به فکر مملکت هم باشید که روزهای خیلی خیلی بحرانی رو ما داریم به سر میبریم میگذرونیم و امیدوارم که با چشم باز همه جریانات زیر نظرتون باشه فریب فدراسیون و عوامل فدراسیون و کسایی که توی فدراسیون هستن نخورید کلا رژیم مخالف کمپوتاباس مخالف میرزاییه و مخالف تمام برنامه های انسانی و درست انسانیت در سطح دنیاست با این رژیم باید مبارزه کرد به این رژیم نباید بها داد و تا اونجایی که امکان داره آگاه باشید و دیگران رو آگاه بکنید شما رو من به ایزر یک تا و هفته آینده اگه عمری بود سخنی بود برنامه بود در خدمتتون خواهم بود خدا نگهدار